مصدق پارسا همکارم از بروکسل در ارتباط با ما همراه شده مصدق به نظر میرسه اختلاف ها به مجارستان در اتحادیه اروپا شدت گرفته این تنش لفظی رو بیشتر از تو بشنویم در موردش دقیقا مجارستان و ویکتور اوربان این روزها سوژه جنجال های بسیار زیادی در فضای سیاسی اتحادیه اروپا هستند در مورد آخرین تنش لفظی برمیگرده به سخنانی که آقای اوربان به نشانی لهستان گفته بود و این کشور را به نفاق و درویی متهم کرده بود و در کنارش اظهار کرده بود که لهستان در تلاش هست تا توازن قوا در اتحادیه اروپا را بر هم بزنه و محور پاریس بلین را ضعیفتر بسازه در کنارش طرفدار یک محور تازه در اروپا هست که کیف، وارسا، کشورهای بالتیک و کشورهای اسکندیناوی را در بر میگیره. با همه این تفاصیل لهستان واکنش نشان داده به این مسئله و اظهارات آقای اوربان را حمله ای به لهستان، به ایالات متحده آمریکا، به ناتو و به اتحادیه اروپا خوانده و معاون وزیر خارجه کشور گفته که درک نمی‌کنه که چرا لهستان اصرار به ماندن در این نهادهایی داره که از این نهادها نفرت داره و گفته که اگر کشوری دوست نداره در یک سازمان باقی بمانه میتونه براحتی از او بیرون شود و پیشنهاد کرده که مجارستان و ویکتور اوربان میتونن با ولادیمیر پوتین و کشورها و دولتهای خودکامه مثل روسیه یک ائتلاف جدید تشکیل بدن به جای اینکه در اتحادیه اروپا بمانند ولی بر خلاف سیاست های این اتحادی عمل کنن و به گفته او سیاست هایی بر ضد اروپا بر ضد لهستان و بر ضد اوکراین داشته باشند و او را اجرا کنند بخش دیگری از اظهارات و واکنش هایی که لهستان داشته برمیگرده به یک طلب 59 میلیون یورویی دلاری که این کشور از مجارستان داره به دلیل کمک هایی که به اوکراین انجام داده کمک های نظامی عمدتا و بر اساس اصول دادی اروپا باید مجارستانی پول را بده که لهستان میگه مجارستان از دادن پول و لهستان خودداری میکنه این بخشی از اختلاف نظرهایی است که با ویکتور اوربان وجود داره از اول مای که مجارستان ریاست دورهی شورای تادی اروپا را عهده گرفته آقای اوربان تلاش های خود برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین در افزایش داد یک سفری به روسیه داشت سفر به اوکراین داشت بعد به با چین سفر کرد و وقتی به آمریکا رفت با دونالد ترامپ دیدار کرد و گفت که صلح فقط از بیرون میتونه تامین بشه و روسیه و اوکراین اردو باورمند هستند که این جنگ را خواهند برد اما با رای حل این است که مذاکره شود و, و کشورهای مختلف نقش داشته باشند در این مذاکره آنچه که ولادیمیر زلنسکی و ایتالیا اروپا از او انتقاد کردند از تلاش و حتی گفته شد که اتحادیه اروپا و اوکراین و کشورهای آمی اوکراین توانایی این که این جنگ را بدون دخالت ویکتور اوربان به پایان رسانند را دارند و بهتر است که اوربان که نقش کلیدی در سیاست داره در این زمینه مداخله نکنند. مصدق پارسا همکارم از بروکسل همراه ما متشکرم.